دوستی به اسم سینا این داستان رو برای ما ارسال کرده. داستان رو از زبون ایشون بشنوید. یه روز نزدیکای ظهر بود که از خونمون بیرون رفتم. یه رفیق داشتم که سر کوچمون میوه فروشی داشت. طبق عادتم رفتم پیش رفیقم و یه سری بهش زدم. همونطور که مشغول گپ زدن بودیم، یه دفعه رفیقم بهم گفت راستی دیشب چه خواب عجیبی دیدم. من پرسیدم باز چه خواب دیدی؟ اون گفت خواب خیلی ترسناکی بود. وسط یه خونه نشسته بودم و دست و پاهام قل و زنجیر شده بود. موجوداتی رو دورم می دیدم که توی خواب حس می کردم اونا جنن. من جن تا حالا ندیدم، ولی توی خواب یه جوری به هم الهام شد که اینا جن هستن. زیاد بودن، داد و فریاد می زدن و جیغ می زدن، اذیتم می کردن، همش منو کتک می زدن. من اصلا نمی دونستم با هم چی کار دارن، فقط فریاد می زدم و ناله می کردم. صدای جیغ و دادشون هنوز توی گوشمه. یهو از خواب پریدم و خیلی ترسیده بودم. نمیدونم تعبیرش چیه. من با پوزخندی گفتم تعبیرش اینه که دیوونه شدی. این چرت و پرتا چیه خواب میبینی؟ مگه جن وجود داره؟ اصلا جن وجود نداره. اینا خرافاته. همون موقع چند نفر توی مغازه برای خرید میوه و سبزی اومده بودن. تا گفتم جن وجود نداره، یه پیرزن که داشت دونه دونه پیاز توی سبدش میذاشت اخم کرد و به من نگاه کرد و گفت کی گفته جن وجود نداره؟ چون تو ندیدی دلیل بر اینه که نیستن؟ من تو عمرم زیاد از این موجودات دیدم پسرم. اینم بگم که ما یه خونه داریم با یه زیرزمین عمیق که توش جن داره. من خندیدم و گفتم هاش خانم چی میگی بابا، مسخرمون کردی؟ دوباره اخم کرد و گفت اگه جرأت داری بیا برو تو اون زیرزمین، بعد بگو جن وجود نداره. من از پیرزن پرسیدم حالا که دیدی به هم بگو چه شکلی هن؟ پیرزن گفت شبیه یه کابوس، انقدر ترسناکن که نمیتونم برات تعریف بکنم. حتما باید خودت ببینی تا باور بکنی. هیچ وقت اونا رو توی خونمون ندیدم، فقط توی زیرزمین زندگی میکنن. نمیدونم چرا ولی حدس میزنم خونشون اونجاست. هر بار که میریم توی زیرزمین صدای جیغ و فریاد اونها بلند میشه. چند باری بچه هام رو اذیت کردن و ترسوندن. امکان نداره بیشتر از 5 دقیقه توی زیرزمین بمونی و چیزی به سمتت پرت نکنن. برای همینم ما زیرزمین خالی کردیم و درش رو قفل کردیم. یه جورای اونجا رو به اجنه اختصاص دادیم تا ما رو اذیت نکنن و ما هم مزاحم اونها نشیم. اینطوری دیگه مجبور نیستیم بریم زیر زمین و آسیبی به همون نمیرسه. انگار اصلا خونمون زیر زمین نداره. اما خب این موضوع خیلی بچه های منو میترسونه. اینکه تو خونهی که زندگی میکنن جن هم زندگی میکنه. بعضی وقتا وقتی بچه هم دارن توی حیات بازی میکنن، دو چشم ترسناک زرد رنگو از پنجره های زیر زمین میبینن که بهشون خیره شده. یه بار بچه های من بدون بسم الله گفتن توی حیات آب جوش ریختن. شبش توی خواب پسرم انقدر کتک زدن تا از صدای نالش من بیدار شدم. کل بدنش کبود بود. اینا بخشی از اتفاقاتیه که تو خونه ما افتاده. الان دیگه بچه های من بزرگ شدن و هر کدومشون سر زندگی خودشونن. خودشون بچه دارن. اما خب زیر زمین خونمون همون جوری مثل سابق مونده. این اتفاقا مال خیلی سال پیشه. منم سالهاست که اصلا توی زیرزمین نرفتم و هیچ نشانه ای هم از وجود اجنه اونجا ندیدم. ولی مطمئنم اونا هنوز توی اون زیرزمین زندگی میکنن. من و شوهرم دیگه عادت کردیم. اونا پایین زندگی میکنن و ما هم طبقه بالا. الان بازم میگی اجنه وجود ندارن؟ اگر دوست داری بیا تو زیرزمین ما و یه نگاهی بنداز تا از حرفت پشیمون بشی. راستش حرفای پیرزن که تمام شد، من بیشتر از خود پیرزنه ترسیده بودم. چطوری دووم میارن توی اون خونه؟ دلم میخواست برم زیر زمینو ببینم. یعنی اجنه چه شکلی هن؟ پیرزن که رفت، من از رفیقم پرسیدم خونه این هاش خانمو بلدی؟ گفت آره، ولی نکنه میخوای بری خونهش؟ چی تو سرته؟ گفتم نمیدونم، شاید حواس کنم برم و یه نگاهی بندازم. گفت اگه میخوای بری بگو منم بیام و با هم بریم. انگار دوستم هم خیلی دلش میخواست با من بیاد و اجنه رو ببینه. تا بعد از ظهر فکرامو کردم و بعدش با همون دوستم که اسمش علی بود رفتیم خونه یه پیرزن. در زدیم.
یه صدای مردونه گفت کیه؟ من گفتم ببخشید میشه لطف کنید یه لحظه بیان جلوی در؟ بعدش دیگه نه صدایی اومد و نه در رو باز کردن. علی گفت طولانی شد، شاید دوست ندارن ما بریم خونشون، بیا بریم. خلاصه ما هم که دیدیم بیفایده است برگشتیم خونه. روز بعد من دوباره پیرزن رو دیدم، داشت میرفت به سمت میوه فروشی علی اینا. سریع خودم رو بهش رسوندم و گفتم سلام هاش خانم، ما دیروز مزاحمتون شده بودیم، در زدیم، یه صدایی هم گفت کیه، ولی در رو از روی ما باز نکردین. پیرزن تعجب کرد و گفت کی اومدین خونه ما؟ من گفتم بعد از ظهر اومدیم هاش خانم. حرفی زد که مو به تنم سیخ شد. گفت ما از ظهر نهار رفتیم خونه دخترم، تا شب هم نیومدیم، ما اصلا خونه نبودیم. دوباره با ترس بهش گفتم پس اون کی بود که به ما گفت کیه؟ لبخندی زد و گفت من که بهتون گفتم ما تو خونمون تنها نیستیم، خب بیا الان با هم بریم. منم به علی گفتم و علی هم قبول کرد و سه نفری رفتیم به سمت خونه پیرزن. تو راه از خاطرات اجنه باز هم برامون تعریف کرد. می گفت ما از زیر زمینمون بعضی شبا صدای گریه، خنده و بعضی وقتا هم پایکوبی و رقص می شنویم. من فکر می کنم اونا هم مثل انسانها زندگی می کنن. یادم سالها پیش وسطای زمستون می دیدیم که شیر توی حیات خود به خود باز می شه. هر وقت می بستیمش حدود یک ساعت بعد می دیدیم که باز شده. تا اینکه یه روز متوجه شدیم کار اجنه است. بالاخره رسیدیم به خونه پیرزن. وقتی رفتیم توی حیات شوهر پیرزن هم اونجا بود. پیرزن با خنده بهش گفت این جوونا اومدن جن ببینن. پیرمردی خورده اخم کرد و گفت هر بلایی سرتون اومد با خودتونه ها، فردا پدر مادرتون و تیر و طایفتو نریزه اینجا، این زیر زمین، اینم شما، هر کاری دوست دارین بکنین. من یه لحظه ترسیدم نکنه این پیرزن و پیرمرد نقشه دارن ما رو خفت کنن، ولی خب دیگه اومده بودیم، دلمونو به دریا زده بودیم و الان توی محل بودیم. ما هم دوتا جوون بودیم و از این پیرمرد و پیرزن کاری بر نمی اومد، ما زورمون به اونا می رسید. پیرمرد دستشو دراز کرد و کلید زیرزمینو به ما داد. من و علی آروم پله ها رو رفتیم پایین، 4 تا پله می خورد. رسیدیم به در زیرزمین. به محض اینکه کلیدو توی در انداختیم و درو باز کردیم، یه صدای جیغ خفیف شنیدیم. یه خورده جا خوردیم و ترسیدیم. پشت سرمونو که نگاه کردیم پیرزن و پیرمرد با لبخندی داشتن به ما نگاه میکردن. برای اینکه کم نیاریم به علی گفتم علی باید بریم تو. علی جلوتر از من بود. به محض اینکه رفت تو در بسته شد و علی داخل موند و من بیرون. با اینکه هنوز ساعت 11:12 بود ولی انقدر داخل زیرزمین تاریک بود که من هرچی نگاه میکردم علی رو نمیدیدم. یهو صدای علی بلند شد و صدای چند نفر دیگه. من از بیرون نمیدونستم چی کار کنم و فقط با لگد به در میکوبیدم. علی بیچاره داشت از ترس میمرد، جیغ میکشید و فریاد میکشید. من که نمیدونستم داره چه اتفاقی براش میفته، ولی مطمئن بودم که اجنه داشتن اذیتش میکردن. فریاد زدم و به پیرمرد گفتم تو رو خدا بیا کمک حاج آقا، دارن دوستمو میکشن. پیرمرد که غر میزد و میومد پایین گفت گفتم اینجا نرین، هر چی شد با خودتونه. خلاصه با کمک پیرمرد و لگدهایی که میزدیم به در، بالاخره در باز شد. علی همون لحظه با سرعت پرید بیرون. پیرمرد داد زد حالا که به خواستتون رسیدین لطفاً سریع از اینجا برید. رنگ علی مثل گچ سفید بود. زیر بغلش رو گرفتم و به سرعت از خونه اومدیم بیرون. علی اصلاً حرف نمیزد. خیلی نگرانش بودم. همون لحظه بردم این ساندویچی. یه ساندویچ بهش دادم و آروم آروم اونو خورد. یه خورده که رنگ و روش برگشت با من و من گفت خیلی زیاد بودن. منو کتک میزدن. خیلی ترسناک بودن. همون لحظه یاد خواب علی افتادم. بهش گفتم علی خواب تعبیر شد. اونم که یه جورای اشک تو چشماش حلقه زده بود سرشو تکون میداد و حرف منو تایید میکرد. بعد از اون اتفاق چند روزی شوکه بود. میگفت شبا نمیتونم تنها بخوابم، ترس تمام وجودم رو فرا میگیره. ولی کم کم حالش بهتر شد. اما خب بازم من نتونستم اجنه رو ببینم. البته دیگه واقعا هم دوست ندارم ببینم، ولی مطمئن شدم که این موجودات وجود دارن.
اسمم ناهیده و الان 28 سال سن دارم. تازه درسم تموم شده بود که برام خواستگار اومد و منجر به ازدواج شد. خواستگارم جنوبی بودن و بعد از عروسی مجبور شدم به جنوب کوچ کنم. غربت سخت بود. به خصوص برای منی که یکی یک دونه خانوادم بودم و همیشه توی ناز و نعمت بودم. همسرم وضع مالی خوبی داشت. طلافروش بود. خودش و برادرش دو تا مغازه طلافروشی توی بازار روبروی هم داشتن. همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا اینکه برادر شوهرم ازدواج کرد با یکی از بستگانشون که بروجرد زندگی می کردن. خانمش به ظاهر خوب و مهربون بود ولی اصلا حس خوبی به من نمی داد. من زیاد دوست نداشتم اونو ببینم. سعی می کردم تو جاهایی که اون هست کمتر پیدام بشه، چون واقعا حس خوبی ازش نمی گرفتم و کسی اینو درک نمی کرد. به شوهرم می گفتم زن داداشت اون چیزی نیست که ظاهرش نشون میده. اون با جدیت جواب میداد تو داری جاری بازی در میاری، با این کارات میونه من و برادرم رو هم خراب میکنی، مگه چی کارت کرده تفلک؟ منم دیگه چیزی نمیگفتم. بعد از مدتی کم کم مشکلات من و شوهرم شروع شد. نسبت به من و زندگیمون سرد شده بود، بهش مشکوک شده بودم. چون با من سرد رفتار میکرد حس میکردم پای زن دیگهی در میونه. از لابلای حرفها و متلکهای اطرافیانم متوجه شدم شوهرم داره به هم خیانت میکنه. کار به جایی رسید که با وقاحت تمام به من میگفت از قیافت دیگه خسته شدم، ترجیح میدم با خانمهای دیگه خوش باشم، از تو بدم میاد. خونم شده بود جهنم، کارم شده بود قصه خوردن و گریه کردن. وضع کاسبیش خوب نبود، به سختی خرج خونه رو میداد. در حالی که برادرش با اینکه یک کاسبی داشتن و روبروی هم دیگه بودن، وضع مالیش هر روز بهتر و بهتر میشد. تو این هیری ویری باردار شدم. خیلی هم بارداری سختی داشتم. بچه 7 ماه دنیا اومد. متاسفانه دخترم طبیعی نبود. دکترها میگفتن مشکل مغزی داره. خلاصه به هر دری میزدیم با بن‌بست روبرو میشدیم. نه شرایط مالی درستی داشتیم و نه وضعیت روحی خوبی. بیماری دخترم هم که قوز بالا قوز شده بود. جاری از خدا بیخبرم هم که هر وقت ما رو میدید طلاهاشو به رخم میکشید. با نیش و کنایه میگفت زن آدم باید قدم داشته باشه. آدم باید بدون از چه خانواده ای زن میگیره. اگر نه بدبخت و بیچاره است. سر همین نیش و کنایه ها 2-3 بار جر و بحثمون شد، ولی اونی که مقصر می شد همیشه من بودم و شوهرم همیشه می گفت تقصیر توه. داد می زد و می گفت تو چون به اون حسادت می کنی دنبال بهونه می گردی تا شر بپا کنی. خلاصه دیگه کارد به استخونم رسیده بود. یه روز بچه رو زیر بغل زدم و به خونه پدرم برگشتم. عمه پیری داشتم که تنها زندگی میکرد و بچه هاش خارج بودن. به همین دلیل بیشتر اوقات خونه ما بود. از وضعیت زندگی من که با خبر شد گفت دخترم این خیلی عجیبه که شوهرت و برادرش روبروی هم مغازه دارن، یه جور کاسبی هم دارن، ولی یکی اوضاعش کساده و یکی همیشه دخلش پر پول. این همه مشکلات که تعریف کردی چرا باید یه جا سر شما بریزه؟ ماشالله تو هم خوشگلی، هم باسواد، هم خونه دار. چرا چشم شوهرت باید هرز بره و تو رو نبینه؟ اینم از بچه تو این مریضیش. ما تو فامیلمون حتی یه مورد اینجوری نداشتیم. من فکر میکنم این مشکلات زیر سر جاریته. چرا قبل از این که اون وارد این خانواده بشه از این مشکلا نبود؟ بیا ببرمت پیشه دعانویس و رمال. من حرفشو قطع کردم و با خنده گفتم عمه جون شما هم حرفایی میزنی ها. اگر رمال مشکل نداشت که نمیمد رمالی کنه و چشمش به دست من و شما نباشه. 4 تا آدم خرافاتی میرن اونجا و یه پولی ازشون میگیره و خلاص. کار من از این حرفا گذشته. عمم گفت اینجور آدم ها برا خودشون نمیتونن کار کنن، کارشون مشکل گشایی از افراد دیگه است. با من بیا، مطمئن باش ضرر نمی کنی. مهمون من، نترس، تو نمیخواد هزینه شو بدی.
خلاصه انقدر اصرار کرد که من راضی شدم و رفتیم پیش یه رمال که به قول عمم هیچ کدوم از تلسماش ردخور نداره و کارش درسته. وارد خونه رمال که شدیم، مردی درشت هیکل بود که رأس اتاق نشسته بود. میز کوچیکی هم جلوش بود. ماجرای زندگیمو با تمام جزئیات از اول و آخرش براش تعریف کردم. گفت من میتونم مشکلاتو حل کنم و بهت بگم این مشکلات و درد سرها از کجا آب میخوره، ولی هزینش بالاست. من که هنوز باورم نشده بود این بشر بتونه کاری برای ما بکنه، گفتم اگه شما مشکل ما رو حل بکنی هرچی بخوای بهت میدم. اونم یه نگاهی به ما انداخت و گفت بشینی تا برگردم. از اتاق خارج شد. بعد از دقایقی با سطل بزرگی از آب وارد اتاق شد و روی زمین گذاشتش. گفت بیا جلو کنار سطل آب بشین. بعد یک ظرف نمک و یک ظرف ماسه آورد. به من نگاهی انداخت و گفت دخترم به هیچ وجه نه سوال میپرسی نه حرف میزنی، چون اگه این کارو بکنی تمرکزم رو از دست میدم. گفت آماده ای؟ من که اصلا نمیدونستم چه اتفاقی میخواد بیفته، با سر اشاره کردم و گفتم بله. شروع کرد به خوندن ورد. 20 دقیقه ای ورد خوند و ذکر گفت. بعد با دستش کمی از نمک و کمی از ماسه رو در آب ریخت. در کمال تعجب دیدم یهو آب شروع کرد به چرخیدن به حالت گرداب. رمال ادامه داد، مدام ذکر می گفت و خورد خورد از اون نمک و ماسه توی آب می ریخت. من و عمه وحشت زده تماشا می کردیم. بعد دستشو توی آب کرد و یه قفل زنگ زده از توی آب بیرون آورد. بعد از 2-3 دقیقه دست توی آب کرد و یکی از لباسهای منو بیرون آورد. شوکه شده بودم، ولی چون گفته بود حرف نزن فقط خیره نگاه می کردم. باز هم دستشو توی آب کرد. این دفعه دستش تا بازو توی آب رفت، در صورتی که اصلا اون سطل انقدر جا نداشت. انگار سطل از زیر سوراخ بود و به یه دنیای دیگه راه داشت. این بار تکه استخون و برای بار بعدی یه تیکه فلز که روش چیزهای مشبک و عجیب و غریبی کشیده شده بود از آب بیرون آورد. عرق از سر و روش راه گرفته بود. کم کم جریان آب متوقف شد و رمال با چهره خسته به ما نگاهی انداخت. گفت زنی قد بلند و سبزه با چشمای درشت دیدم. میدونید کیه؟ میشناسینش؟ من گفتم میشناسمش، جاریمه. اون گفت همه ی اینا زیر سر اونه. این چیزایی که از توی آب بیرون در آوردم و جلوت گذاشتم تلسماییه که اون برات انجام داده. نمیدونم هدفش چی بوده، ولی اینو بدونین که خیلی کار بلده. من که مستصل شده بودم و عصبی هم بودم، گفتم حالا باید چیکار کنم؟ اون گفت تلسمشو باطل میکنم، منتها وقت میبره. برین هفته دیگه بیاین، البته لطفاً پول من رو بذارین زیر فرش. منم چون پولی نداشتم 2 تا علنگو دستم بود بهش نشون دادم و گذاشتم زیر فرش. گفتم هفته دیگه برمیگردم. هفته بعد که بیش رمال برگشتیم یه چیزایی بمون داد که باید دود میکردیم. یه بسته کوچیکم داد که با پلاستیک مشکی بود، اصلا نمیدونم چی بود. گفت باید اینو دفنش کنید. وقتی اونو دفن کردیم پیشش رفتیم و اون گفت تلسم باطل شده، باید منتظر تأثیر باطل شدن تلسم باشی. همونم شد. نزدیک به 3 روز بعد شوهرم با قیافه ناراحت اومد خونه ما. بعد از کلی عذرخواهی منو به خونه برگردوند. از اون روز به بعد به طرز عجیبی شرایطمون روز به روز بهتر شد. تو همون بین دایم تماس گرفت و گفت یک دکتر خوب برای دخترت پیدا کردیم. جالب اینجا بود که اون دکتر تشخیص درستی داد و حال دخترم هم روز به روز بهتر می شد. من نمیدونم هدف جاریم از این کار چی بود، ولی خدا رو شکر مشکلمون حل شد. هر چند وقت یک بار عمم می رفت پیش اون دعا نویس و تلسمهای جدید می گرفت که اگر دوباره جاریم خواست حرکتی بکنه اون تلسمها جلوشو بگیرن. بعدن داستان عجیبی رو فهمیدم.
از زبون مادر شوهرم شنیدم که در زمانی که من قهر کرده بودم و خونه پدرم بودم، جاریم چند بار پیشنهاد خواهرش رو برای شوهرم داده بوده. گفته بوده زن بدقدم آدمو بدبخت میکنه. قبل از اینکه مشکل بزرگتری پیش بیاد باید ازش جدا شد. همون موقع پدر شوهرم که منو دوست داشت خیلی ناراحت شده بوده و توی ذوقش خورده بوده. مادر شوهرم میگفت نمیدونم امید چه بلایی سرش اومد که یهو از کاراش پشیمون شد و سراغ تو اومد. چون هرچی ما اصرار میکردیم بیاد دنبال شما، میگفت خودش رفته، باید خودش هم برگرده. الان زندگی خوبی دارم. شوهرم رو راضی کردم که مغازه رو بفروشه و بیاد به شهر پدری من و اونجا مغازه بزنم و اونجا زندگی کنیم. خدا رو شکر از وقتی که اومدیم به این شهر هیچ مشکلی نداریم و الان صاحب بچه دوم که پسر توپلمپله شدیم.